یکی از مشکلاتی که مورد سوال بیماران هست ناهنجاری کلاس 3 است. ناهنجاری کلاس 3 که با جلوزدگی فک پایین شناخته میشه نشانه هایی داره که معمولا شاید به تفصیل یا به جزئیاتش بیماران از اون آگاه نیستن. من در این ویدیو سعی میکنم در مورد این نشانه ها و همچنین روش های درمانی و مشکلاتی که میتونه این ناهنجاری برای فک و یا مفصل ایجاد بکنه توضیح بدم. مالاکلوژن کلاس 3 یک نوع ناهنجاری دندانی هست که دندون ها از رابطه نرمال خارج شدند و برای توضیح دادنش بهتره اول یه نگاهی داشته باشیم به وضعیت صحیح رابطه دندانی. همونطور که در تصویر مشاهده میکنید اگر دو نقطه رو به عنوان لندمارک روی دندون های شیش بالا و پایین در نظر بگیریم که توی تصویر توی فک بالا قرمز و در فک پایین به شکل آبی مشخص شده، در حالت صحیح رابطه دندانی دندون‌ها هر کدوم یک رابطه صحیح دارن. مثلا دندون 5 و دندون 4 هر کدوم سطوح جانبیشون مجاور هم قرار گرفته. دندون 3 باز به همین ترتیب به نفعی که دندون 3 پایین پشت دندون بالا قرار میگیره و دندون 1 هم باز به همین ترتیب بدون اینکه تماسی مستقیم بین این دو تا دندون باشه دندونه جلو پشت دندونه بالا قرار گرفته. حالا اگر ما مشکل کلاس 3 رو داشته باشیم در واقع فک پایین به سمت جلو حرکت میکنه یا ردیف دندونا به سمت جلو حرکت میکنه و همونطور که میبینید نقطه آبی فاصله زیادی رو با نقطه قرمز پیدا کرد. این رابطه هستش که بسیار مخرب هست، میتونه به الیاف لثه صدمه بزنه. دندون های فک پایین از رابطه نرمال خارج میشن و اصطلاحا ما میگیم کراس بایت. البته خب این شدت های مختلفی میتونه داشته باشه. اگر که خیلی شدید باشه همونطور که ملاحظه میکنید این فاصله خیلی زیاد هست، ولی میتونه که در درجات دیگه هم باشه. مسئله ای که پیش میاد این هستش که معمولا به انساج نگهدارنده فک پایین و فک بالا در این حالت کشش زیادی وارد میشه. معمولا ما تحلیل لثه رو داریم. در حالتی که یه مقدار خفیف‌تر هست دندون نوک به نوک هستن که ما حالت اچ تو اچ میگیم، میتونه یه کمی باز خفیف‌تر باشه که باز اون حالت اچ تو اچ هست ولی خب با شدت کمتر. درمان این نوع ناهنجاری بسته به مشکل یا شدت ناهنجاری فرق میکنه. میتونه از روش های معمول ارتودنسی استفاده بشه با یا کشیدن دندان در فک پایین، و اگر خیلی شدید باشه ما مجبور هستیم که درمان ترکیبی ارتودنسی و جراحی رو برای این جور کیس ها داشته باشیم. معمولا رابطه ها یعنی رابطه نرمال وقتی برقرار میشه بعد از دوره جراحی یا ارتودنسی ما مشکل رو میتونیم کاملا برطرف کنیم. نکته ای که وجود داره اینه که این نوع ناهنجاری درصدش در جمعیت خب به نسبت ناهنجاری که فک بالا جلو زده هست کمتره. در ادامه این ویدیو من کیس هایی رو نشون میدم که از ناهنجاری کلاس 3 رنج میبردن و با درمان ارتودنسی یا درمان ارتوپدیک و یا درمان جراحی و ارتودنسی به شکل توأم و ترکیبی درمان شدن. ممنون از همراهی شما.